BMW موتورات با رونمایی از دفینیشن CE04 یک گام دیگه برزه نخستین اسکوتر الکتریکی خودش که مجهز به صندلی نزدیک شد. این اسکوتر در حقیقت همون مفهومی کانسپت لینک که با تغییرات اعمال شده در اون میشه اون رو به مرحله تولید رسوند. کمپانی آلمانی اعتقاد داره نسخه تولیدی 04 به لطف ویژگی‌هایی چون قوای محرکه برقی، طراحی مدرن و قابلیت‌های ارتباطی پیشرفته تعریف جدیدی رو از یک اسکوتر ارائه خواهد داد. از نظر طراحی BMW موتورات 04 تا حد زیادی به نسخه کانسپت وفادار باقی مونده. به همین خاطر میشه گفت این اسکوتر از چهره‌ای متمایز در کلاس خود برخورداره. از مهمترین ویژگی‌های ظاهری این اسکوتر زیبا باید به مواردی مثل بدنه کشیده و کم ارتفاع، سطوح یک دست، بدنه با لبه‌های تیز، شکل خاص دماغه و بهره‌گیری هوشمندانه از ترکیب رنگ‌های سفید، مشکی و نارنجی اشاره کنیم. چراغ این اسکوتر ساختاری مشابه با حرف U داره و چراغ عقب هم حرف C وارونه رو در ذهن تداعی می‌کنه. مهندسین BMW موتورات باتری CE04 رو در بخش زیرین بدنه تعبیه کردند. این مسئله باعث شده فضای زیادی برای قرار دادن لوازم مختلف طراحی بشه. به عنوان نمونه، مالک این اسکوتر الکتریکی میتونه به راحتی کلا کاسکت و سایر تجهیزات خودش رو درون محفظه اختصاصی بذاره. علاوه بر این، تعبیه باتری در کف مرکز سقل اسکوتر رو پایین آورده که اون هم تاثیر مستقیمی بر بهبود هندلینگ و توانایی‌های حرکتی داره. به منظور فراهم کردن قابلیت‌های ارتباطی، BMW موتورات 04 به یک نمایشگر 10.25 اینچی مجهز شده. این نمایشگر بزرگ ضمن برقراری ارتباط بین راکب و سیستم‌های مختلف امکان اتصال به تلفن همراه رو هم داره. در حال حاضر BMW موتورات اطلاعاتی درباره پیشرانه اسکوتر جذاب خودش منتشر نکرده. ولی از اونجایی که این وسیله نقلیه برای جابجایی در داخل شهر توسعه پیدا کرده، نباید از اون انتظار مسافت قابل پیمایش بالایی داشت. گفته شده که این اسکوتر افرادی رو هدف قرار داده که تردد روزانه اونها در حدود 12 کیلومتر باشه. Subscribe now to UCAR. ویدئوی جدیدی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که تست سقوط ولوو XC40 رو از ارتفاع 30 متری یک جرثقیل نشون میده. ولوو به ساخت خودروهای بسیار ایمن مشهوره و سال‌های اخیر خودروهایی با استانداردهای ایمنی فوق‌العاده بالا روانه بازار کرده. در جدیدترین تست خودروی ولوو XC40 برخلاف تست‌های معمول، این خودرو از ارتفاع 30 متری رها میشه و با سپر جلویی بر روی صفحات فولادی فرود میاد. در این ویدیو چندین دستگاه از ولوو XC40 به زمین برخورد میکنن و خسارات اونها در شرایط مختلف ارزیابی میشه. البته این آزمایش برای تایید ایمنی خودرو در هنگام تصادف انجام نشده و امدادگران برای اینکه بتونن خودرو برای صحنه تصادف آماده کنند از چنین آزمایشی استفاده کردند. سقوط از ارتفاع بیشترین خسارت در میان انواع تصادفات ایجاد میکنه. این موضوع به تیم امدادی حاضر در صحنه کمک کرد تا شدیدترین تصادفات جاده‌ای رو شبیه سازی کنند. یکی از کارشناسان ارشد ولوو در مورد این تحقیق اعلام کرد: ما امیدواریم هیچ کس تجربه تصادف شدید رو نداشته باشه، اما نمیشه از این حوادث جلوگیری کرد. بنابراین بسیار مهمه که در هنگام وقوع چنین تصادفاتی روش‌های کمک برای نجات جان افراد وجود داشته باشه. در تصادفات سنگین اولویت اینه که هرچه سریع‌تر سرنشینان به بیمارستان منتقل بشند. امدادگران برای خارج کردن سرنشینان خودرو از ابزارهای نجات هیدرولیک استفاده می‌کنند.
ولوو البته سال هاست که با خدمات امداد و نجات سوئد همکاری میکنه. در این گزارش هدف انجام تست ایجاد جاده های ایمنتر عنوان شده. And that's not just for us who is working here today. It will hopefully be used all over Sweden and possibly internationally too. The reason that we work close together is because we have the same goal, and that's to have safe roads. تهیه وسایل نقلیه تمرینی جدید، امدادگرا میتونند تکنیک های خودشون رو در زمان مواجهه با اتومبیل های مدرن ارتقا بدند. این موضوع بسیار مهمه، چرا که اتومبیل های 15 سال پیش بدنه ضعیفتری دارند و خارج کردن سرنشینان از اون به تکنیک زیادی نیاز نخواهد داشت. ولوو در این ویدیو 10 مدل از اتومبیل های خود رو آزمایش کرد و همه اونها چندین بار از جرثقیل سقوط کردند. اسپیس ایکس نمونه اولیه ی راکت استارشیپ رو با روشن کردن موتورهای اون روی زمین آزمایش کرد که به علت بروز نقص فنی موفقیت آمیز نبود. نمونه اولیه ی راکت استارشیپ که SN8 نام گرفته روی زمین آزمایش شد. اما این آزمایش طبق برنامه پیش نرفت. در این آزمایش مخزن راکت به منظور شبیه سازی پرتاب پر شد و موتورهای اون بدون پرواز کردن راکت به مدت چند ثانیه روشن شدند. مدتی پس از روشن شدن موتورها مقداری مواد شیمیایی از قسمت زیرین راکت به بیرون نشت کرد که از بروز نقص فنی خبر می‌داد. خوشبختانه در این آزمایش برخلاف برخی از آزمایش‌های قبلی راکت منفجر نشد. اما اسپیس ایکس در یک ماموریت تاریخی و این بار موفقیت‌آمیز دومین گروه از فضانوردان رو به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی روانه مدار زمین کرد. این ماموریت که کرووان نام داره دومین ماموریت سرنشیندار اسپیس ایکس، اولین ماموریت عملیات کپسول کرو دراگون و آغازگر عصر جدیدی در سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی به شمار میره. Falcon 9 is configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. کپسول کرو دراگون ساعت 3:57 دقیقه بامداد دوشنبه به وقت ایران توسط راکت فالکون 9 از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا با 4 فضانورد شامل 3 نفر از ناسا و 1 فضانورد دیگر از سازمان فضایی ژاپن به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب شد.
for max Q, which is maximum aerodynamic pressure. Stage 1, throttle down. There's that call out for throttle down. Power and telemetry activates off the coast of North Carolina. Now with the call out of MVAC D chillin, similar to what we saw in the first stage Merlin engines. این کپسول در ساعت 7:30 دقیقه ی روز سه‌شنبه به وقت تهران به مقصد رسید و به ایستگاه فضایی داکت شد. مدت زمان اقامت فضانوردان در ایستگاه فضایی 6 ماه در نظر گرفته شده و بعد از اون هم در فصل بهار 2021 به زمین برخواهند گشت. با هم لحظات جذاب ورود این فضانوردان و استقبال ساکنین ایستگاه فضایی از اونها رو تماشا می‌کنیم. And there they are, first across the hatch, Mike Hopkins. And here's Victor Glover. You heard the crew here, the team here on in Mission Control cheering to see them come across the hatch. There's Shannon Walker. And finally, Soichi Noguchi bringing up the rear. Four new members bringing the total Expedition 64 crew to a total of 7. Ready to increase the space station science and get to work. چندین ماه پیش انویدیا از یک جی پی یو فوق قدرتمند به نام A1000 رونمایی کرد و حالا شاهد رونمایی از جدیدترین ورک استیشن دسکتاپ اون مجهز به 4 A1000 با 320 گیگابایت حافظه هستیم. نام این محصول جدید DGX Station A100. این محصول رو میشه با نسخه 40 گیگابایتی این کارت مشابه با سیستم DGX A100 یا نسخه 80 گیگابایتی سفارش داد که در مورد دوم کاربر به 320 گیگابایت حافظه GPU دسترسی پیدا میکنه که فوق‌العاده به نظر میاد. سیستم DGX Station A100 مثل DGX A100 برای کارهای علمی و تجاری ساخته شده و کارهای تحقیقاتی و مهندسی که نیازمند قدرت فوق‌العاده بالایی هستند و از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، می‌تونند به سراغ محصول جدید انویدیا برند. درون این ورکستیشن قدرتمند شاهد استفاده از CPU شرکت AMD با 64 هسته، 512 گیگابایت رم و حافظه SSD NVMe با ظرفیت 768 ترابایتی هستیم. این محصول از فناوری GPU چندگانه پشتیبانی می‌کنه. بنابراین DGX Station A100 می‌تونه 28 نمونه GPU مستقل برای کارهای موازی در اختیار یک نفر یا چندین کاربر قرار بده. انویدیا قیمت سیستم جدید خودش رو اعلام نکرده، اما نسخه اولیه DGX A100 با قیمت $199,000 چندین ماه پیش وارد بازار شد. شرکت هیوندای اخیراً از مدل فیسلیفت هیوندای کنا 2021 در اون سوز رونمایی کرد و حالا هم از مدل فیسلیفت این کراس‌اوور الکتریکی پرده برداشته.
این خودرو شامل تغییرات ظاهری متعددی شده که از جمله اونها میشه به چراغ‌ها و دی‌لایت‌های LED جدید اشاره کرده. تغییراتی در جلو پنجره هم اتفاق افتاده و درگاه شارژ نامتقارنی هم روی اون نصب شده. از سایر بروزرسانی‌های ظاهری هیوندا کنای 2021 مدل الکتریکی میشه به تریم ساتنی در سپر جلو، چراغ‌های عقب جدید و بازطراحی سپر عقب اشاره کرد. علاوه بر این، طول این خودرو هم 40 میلی‌متر نسبت به مدل قبلی افزایش پیدا کرده. هیوندایی برای این خودرو از لحاظ داخلی هم تغییراتی رو در نظر گرفته که صفحه آمپر دیجیتالی 10.25 اینچی و نمایشگر اطلاعاتی سرگرمی 10.25 اینچی به همراه سیستم نورپردازی داخلی جدید به عنوان مهمترین اونها محسوب میشند. این خودرو از سیستم‌های ایمنی سمارت سین هیوندایی هم بهره‌منده. از مهمترین قابلیت‌های این سیستم میشه به هشدار توجه راننده، هشدار هوشمند محدودیت سرعت، دستیار دنبال کننده خطوط جاده، کروز کنترل هوشمند با قابلیت توقف و حرکت دوباره، دستیار جلوگیری از برخورد جلو با قابلیت تشخیص عابر پیاده و دوچرخه سواران، هشدار صندلی عقب، هشدار خروج ایمن، هشدار خروج از خط و دستیار جلوگیری از برخورد در نقاط کور اشاره کرده. هیوندای کنا 2021 از یک موتور الکتریکی با قدرت 201 اسب بخار و گشت اوور 395 نیوتن متر بهره منده که برای اون یک پکیج باتری 64 کیلووات ساعتی در نظر گرفته شده. این کراس اوور با هر بار شارژ کامل باتری ها میتونه حدود 500 کیلومتر رو طی کنه. 10-80% این باتری ها با شارژرهای 50 کیلووات ساعتی ظرف مدت 64 دقیقه شارژ میشن که این زمان با شارژرهای 100 کیلووات ساعتی به 47 دقیقه کاهش پیدا می‌کند. این خودرو همچنین از سیستم هوشمند و قابل تنظیم احیای انرژی ترمزها بهره منده. هیوندای کنا 2021 مدل الکتریکی از سال آینده روانه بازار میشه. قابل ذکر که شرکت هیوندای این خودرو رو از سال 2018 به بازار عرضه کرده و تونسته تا به امروز بالغ بر 120 هزار دستگاه از اون رو در بازارهای مختلف به فروش برسونه. و پایان بخش این قسمت از برنامه، ویدئوی رسمی آیفون برای به رخ کشیدن دوربین آیفون 12 خواهد بود. تا برنامه بعدی، وقتتون بخیر و بدرود. This is Everyday Experiments, where we show you how to make beautiful images with stuff you can find around the house. Oh, and an iPhone 12. We're going to make some really cool videos using just balloons, colored paper, and the slow-mo feature on my iPhone. So for this, we're not going to use your typical water balloon. Instead, we're going to use party balloons. They're a lot stronger and they don't burst as easily. The cool thing about slow-mo is I can play with time and slow down the balloons and see all the cool shapes that are usually a little too fast for the human eye. Here's a fun thing. After you've shot the video, you can go into the Photos app and edit where the slow motion effect starts. Right about there. Cool. That works. Okay, if you want to get really crazy, take the footage, import them into iMovie on your iPhone. Use the green screen and blue screen feature to stack the video so you can have balloons bouncing on top of balloons.
It says green screen, but you can use any color. I'm using pink. They say oil and water don't mix, and that's great for us. We're going to use some baby oil and water to create vibrant abstract images. Now we just add baby oil. You can see oil floats to the top and the water stays on the bottom. And what we're interested in is this section where they meet, and that's where all the cool action is gonna happen. For me, what's really important here is choosing what to show in the frame. Nice. Like that. It's cooler with more colors. Always play with how you're looking at the subject. Cool thing about a camera this small is that you can put them anywhere. Even here. Hold on, I need to focus. Tap the screen. Oh, the palm trees are cool. Hang on. Yeah. It's like a 90s music video. I know. Which is cool, by the way. It's nice and dark out. Perfect for night mode. But today, I'm going to try and hack it with some glow sticks and some string lights. We're going to try the new night mode time-lapse feature. For that, you'll need a tripod. Here we go. 10, 9, 8, 7. Keep going just like that. Nice. So you can think of night mode as being a little like long exposure. And long exposure means instead of a snap, the camera gathers light for a long time. But night mode does this in a much smarter way. Okay, here I go, James. Hold really still, and here we go. One last time, I promise.